کافه روشنگران، پاتوقی برای اهل اندیشه، جایگاهی برای گفتن نظرات ممنوع، با حضور نویسندگان، پژوهشگران و اهل نظر. هر هفته در رادیو تلویزیون مانی، شما هم در کافه روشنگران میهمان و همراه رادیو مانی باشید. با گرمترین درودها به شما بینندگان، دنبال کنندگان برنامه های کافه روشنگران. هفته پیش من به علت کاری که برام پیش اومده بود نتونستم در برنامه های رادیو تلویزیون مانی حضور داشته باشم و قرار گذاشته بودیم با آقای عسکری یحیی‌زاده خطیر که تشریف بیارن در میزگرد ما و خب نشد، کلن میزگرد برگزار نشد و این هفته در این روز هم قرار بود در کنار دوستانی که میبینید، آقای اسماعیل وفا یغمایی، آقای دکتر جلال ایجادی و آقای یحیی‌زاده، آقای سلیمانی امیری هم باشند، اما برای ایشون یک کار اداری پیش اومد، بیرون از شهر خودش باید میرفت و تا برگرده به شهر خودش دیگه زمان از دست رفته و حالشون خوبه. البته منم الان حالم خوبه. امروز ما میخواییم درباره یک موضوع مهم با شما بینندگان سخن بگوییم و اون این که به راستی بدور از تفسیرها و تحلیل ها، جانبداری ها یا کینورزی ها یا دشمنی هایی که در جهان ایدئولوژی، در جهان ادیان و در جوامع اجتماعی رایج هست، کتاب محمد پیامبر الله به نام قرآن چه رابطه ای با حقوق بشر داشته است و هنوزم که همون کتاب است و هنوزم همون رابطه رو در اون کتاب میشود دید. این یک رابطه است. رابطه دیگه در واقع حکام یا روحانیت یا طرفداران قرآن و الله هستند که گاهی در بین اونها بودن انسانهایی که کوشیدن تلطیف کنند، نرم کنند، بروز کنند این اندیشه ها رو، شرعیات رو، قوانین رو، اما در خیلی جاها موفق نشدن، از جمله در کشور خود ما. ما روحانیونی داشتیم که خیلی تمایل داشتن به روز بکنن دین اسلام رو، موفق نشدن. پیش از اون جنبش هایی اصلا در ایران داشتیم برای به روز کردن اسلام، موفق نشدن. در همین دوران اخیر هم همینطور. اما بحث ما بر سر اون افراد و اون گروه ها نیست، بحث بر سر نص صریح قرآن است. این کتاب به خودی خود جدا از هر گونه تفسیری و تعبیری، تعبیر خودخواسته، طرفدارانه یا دشمنانه، درباره حقوق انسان چه میگوید و چقدر تناسب داره با جهان امروز و حقوق بشر در امروزی که ما زندگی میکنیم. خب قرآن در 1400 سال پیش آیاتش به طور پراکنده گفته شده، 200 سال پس از اون جمع‌آوری شده، بارها تصحیح شده، حتی دستکاری شده که اسنادش موجود هست، و اما آنچه که مانده مورد وثاق بسیارانی است، هم مسلمان ها و هم مدافعان این کتاب. و چون این کتاب در آن زمان نوشته شده، ما نمیتوانیم این انتظار رو داشته باشیم که پاسخگوی دستاوردهای فکری اجتماعی و انسانی امروز بشر باشه. اما اگر نیست و در جاهایی بدور از این انسانگرایی است، خب بیانش هیچ اشکالی نداره، باید بیان بشه، باید گفته بشه و حتی به عنوان کتاب میتونه در کنار کسانی که دوستش دارن باشه، اما نمایندگانی که دارن کار میکنن باید در واقع به انسان امروز نگاه کنن، چون ما دیگه انسانهای 1400 سال پیش
در سهاری عربستان مکه و مدینه نیستیم. جهان عوض شده، بسیاری از کتب مقدس هم اعتبارشون از دست دادند و تنها به عنوان متونی باقی موندند برای کسانی که بهشون علاقمندند. اگر لطمه به کسی نزنند، حقوق آدمی رو زیر پا نگذارند و با حکام در واقع با بهانه قرار دادن قرآن مردم رو سرکوب نکنن، اعدام نکنن، نکشن، اموالشون رو مصادره نکنن، فراریشون ندن، تجاوز نکنن بهشون در زندان ها، به حقوقشون، به حقوق اجتماعیشون و آزادیشون هیچ اشکال نداره. برای بررسی این موضوع من امروز از دوستانی که تصویرشون رو بر روی مونیتورتون میبینید دعوت کردم که بیان و با هم دیگه گفتگو کنن. ما قصدمون به راستی نه لطمه زدن به فردی است، نه میخوایم کسی کسی رو در اینجا محاکمه بکنه، در تنگنا قرار بده. اصلا ما همه ایرانی هستیم با هر نگاهی که داریم و میخوایم یک پدیده مهمی رو که به سرنوشت ما، به زندگی و جامعه ما ارتباط داره بپردازیم. بنابراین ما هممون دوستیم، اما ضمن دوستی اختلاف نظرهای جدی هم داریم که در شأن همه دوستان هست. شما همه رو میشناسید که بسیار محترمانه به هم جواب خواهند داد، به هم نزدیک خواهند شد، از هم دور خواهند شد و راه رو باز میکنند برای اندیشه و باز اندیشی شما ارجمندانی که این برنامه ها رو دنبال میکنید. آقایان اسماعیل وفا یغمایی، شاعر و پژوهشگر تاریخ، میهمان من هستند. آقای عسکری یحیی‌زاده خطیر میهمان دیگر من هستند و آقای جلال ایجادی که استاد دانشگاه هستند و پژوهشگر امور اجتماعی و دینی و تاریخی هستند که شما این دوستان رو میشناسید. من فقط دو سه جمله درباره آقای خطیر، روحانی ارجمندی که در میان ما نشسته، بگویم. ایشون در حوزه علمیه مشهد تحصیل کردند، تحصیلاتشون رو در اونجا تمام کردند، چند کتاب نوشتند درباره الله، درباره نهج البلاغه، درباره علی و در واقع دوستانی هم هستن که بیشون باورمند هستن. ایشون چون مخالف اعدام بوده در دوره جمهوری اسلامی، حتی خودش رو به اعدام محکوم کرده بودن که خوشبختانه این روی نداده، ولی بعدا تبعید شده به شمال ایران و حدود 15 سال پیش به عنوان پناهنده، اگر اشتباه نکنم، اومدن در آلمان ساکن هستند و همچنان به کار پژوهششون ادامه میدن. در حوزه‌ام که بودن درباره خب همون چیزی که در حوزه درس میدن، ادبیات هست، تاریخ هست، فلسفه هست، ادیان هست، شرعیات هست و قرآن هست و همه چیزایی که میدونید، و ایشون در این رابطه هم کتاب نوشتن و هم سخن گفتن و هم تحصیل کردن. من با اجازه شما و با پوزش از این که پیش گفتارم به درازا انجامید و در طول برنامه دیگه بسیار صرفه‌جویی خواهم کرد از وقت تا وقتم در اختیار دوستان قرار بگیره، ضمن خوشامدگویی به همه این میهمانان ارجمند، میخوام از آقای اسماعیل وفا یغمایی آغاز کنم. آقای یغمایی، شما سوای برنامه های بسیار روشنگرانه که در همین رسانه رادیو تلویزیون ما داشته اید، در جای دیگه هم داشته اید، مقاله هم نوشته اید، یک عمر باورمند مسلمان بوده اید، مثل همه ما که در اینجا نشسته ایم، هممون مسلمان زاده و شیعه زاده ایم. من که دیگه نه دین دارم نه شیعه هستم، من مسلمان. ولی به هر حال آقای یغمایی، شما چجوری شد که به منتقد اسلام تبدیل شدید، در حالی که در درون جوامع اسلامی، نهادهای اسلامی زندگی کردید، کار کردید، تلاش کردید، باور داشتید، تحصیل کردید در این زمینه، و البته همه چیزها رو شما نمیتونید بگید چون فرصت نیست، فقط در مورد رابطه قرآن، نگاه قرآن و مؤمنین به آن و مدعیان نمایندگی قرآن با حقوق بشر چه میتونید برای ما بگید که سرآغاز این گفتمان باشه در برنامه امروز؟ در خدمت شما هستیم.
با درود به شما و دوستان ارجمند آقای عسکری و آقای ایجادی و همیهنان گرامی. ببینید بحث همطوری که خودتون گفتید بسیار مفصل. امروز ما اندک فرصتی داریم که در این باره صحبت بکنیم. نکته که شما گفتید من اشاره بکنم که اسلام رو در ایران ما انتخاب نکردیم، به صورت ارثی به ما منتقل شد. یعنی ما تا به دنیا آمدیم بنابر اینکه پدر و مادر و جد آباد ما مسلمان بودند مسلمان شدیم. به قول عبید که می فرماید خلاصه به دنیا که آدم میاد طنز بسیار تیزی داره، از کسی پرسیدند که اسلام رو چگونه دیدی؟ عبید به طنز میگه که به دنیا که میایی شرمگاهت رو خط نمی کنند و چون بیرون میروی گردن تو میزنند. ما اینجوری وارد شدیم و بدون این که بدانیم تاریخ گذشته ما 1500 سال ما مزداپرست بودیم، میتراپرست بودیم، زرتشتی بودیم و چنان که من در طول 30 سال تحقیقات خودم این رو به عینه دیگه تبدیل شده به علم حضوری، به ضرب کشتارها و به دلیل ضعف امپراتوری ساسانی ما نخست مسلمان سنی شدیم. تا قرن نهم دهم اکثریت قریب اتفاق شاعران و نویسندگان و بزرگان مملکت ما سنی بود. شیعه یک باریکه بود، بیشتر زیدی و اسماعیلی. و بعد در دوره شاه اسماعیل صفوی پس از 200 سال حاکمیت شیخ صفی الدین و فرزندانش، حاجی علی سیاه‌پوش، شیخ صدرالدین، شیخ جنید، شیخ حیدر که تاریخش پیش روست، ما به ضرب کشتارهای هولناک و به ضرب شمشیر قزلباش‌ها شدیم شیعه. و در دوره شاه طهماسب از جبل عامل لبنان و بحرین ملایان غیر ایرانی آمدند و این پروسه رو تکمیل کردند و نهادینه کردند تشیع رو و ما اینچنین 500 سالی که شیعه ایم. اون تا این تشیع آمیخته با فرهنگ ایرانی تبدیل شده به یک نمونه‌ای که در حافظه ما رفته، در سنت‌ها رفته، در عواطف ما رفته. برای خود من به عنوان یک مسلمان 15-16 ساله‌ای که اون زمان بودم در شهرهای مختلف، در یزد، در مشهد، در اینجا، علی بن ابی طالب، حضرت عباس، نمی‌دونم محمد، فاطمه، اینا جزو وجودهای ثابت بودن، مثل ستارگانی که تو آسمان سوسو می‌زنن یا خورشیدی که از مشرق بر می آید. من به اینا فکر نمی کردم به عنوان پدیده‌های تاریخی. دوستشون داشتم، قبول داشت، می رفتم سقاخونه آب می خورد، تو خانه با نام علی ورزش می کردیم و گرما می گرفتیم و چیز بدی هم نبود. منتها ما از یک تجربه نظری گذشتیم. نخست من فارغ التحصیل دانشکده الهیات هستم، با خیلی از علمای اون روزگار هم مثل استاد مطهری و کاظم مدیرشانچی، زین الدین جعفر زاهدی، استاد صادقی، اینها دمخور بودم. بعدها هم با بسیاری دیگه و زمان شاه جذب شدم به سازمان مجاهدین به عنوان یک مسلمان برای جنگیدن با شاه. زندان افتادم، اومدم بیرون، فعال بودم و از یک تجربه عملی عبور کردم. یعنی تجربه‌ای که اسلام انقلابی، اسلام سنتی، خروارها کتابای شریعتی و بازرگان و خمینی رو ما پخش کردیم متاسفانه. و در دوره انقلاب در اصفهان، در مشهد، در بسیار شهرها فعال بودیم با دوستان مسلمونمون تا اینکه سال 68 شک شروع شد و تحقیقات من که کیستم من اصلا؟ دارم چی کار میکنم؟ اسلام چیست؟ من تو ادامه کارهام که سالها طول کشید، من روی یوتیوب حداقل 2000 ساعت صحبت کردم توی زمینه، در رسانه‌های مختلف و مقالاتی که نوشتم اینها. ببینید من رسیدم به ته قضیه. این چیزی که درباره حقوق بشر میگید، ما باید از قاعده پت و پهن عبور کنیم. سه چیز هست که باید رسید بوند از اون نقطه
اسلام رو دید. ما در این بحث میکنیم در آینده نیز در این حکومت سکولار و دموکراتیک مردم آزادند که اعتقادات خودشون رو داشته باشن، درخت بپرستن یا الله بپرستن یا مسیح یا هر کسی. ولی اینجا بحث جدی است. ببینید الله، محمد و قرآن سه پایه اصلی است که فارغ از تمام اون قاعده عظیم باید ما بهش بپردازیم. به نظر من کسی که از 18 سالگی تا الان که 67 سالم تمام زندگیم یا در زندان بوده یا آوارگی و فشار و سختی، صریحاً به نظر من آقای مانی خب اندیشه دیگه داره، استاد ایجادی همینطور، من به نوعی جهان خدا هستم. یعنی بدون اینکه مذهبی باشم هنوز معتقدم که جهان بالاخره یک جانی ناشناسی داره، اسمشم خدا نیست. ولی ببینید الله به قامت این جهان که یک کهکشان آندرومدا چند میلیون سال نوری طول عرضشه نیست، پروردگاریست که بنده خودش رو که آفریده در کتاب آسمانی خودش که توسط جبرائیل معتقدن وحی شده به پیامبر اسلام، در آیات متعدد دستور میده سرشو ببرن، پاشو ببرن، گردنشو بزنن، خونشو بریزن، زنش رو اسیر بخونن و اینا هست. ما در برنامه قبل بارها و بارها آیات رو خوندیم. آقای سلیمانی که استاد بزرگیتون زمینه اون، به هر حال این جهان به قامت اللهی که محمد ارائه کرد نیست و این خدا خدایی است که اگر با این آیاتش الان بر روی کره زمین زندگی میکرد دستگیرش میکردن، برای که گردن کافر رو نباید زد، گردن مشرک رو نباید زد، کنان ابن ربی رو نباید در ماجرای بنی قریظه گردنش رو زد و زن 16 سالش رو برد و به عقد خود در آورد و صدها مورد از اینه. من گفتم تمام عمرم رو این گذاشتم رو اسناد. برخی میگن که آقا این اسناد ممکنه که در ضمن آقای مانی شما حواستون باشه که در دقیقه من که تمشه به من تذکر بگید. بله 3 دقیقه دیگه وقت ببینید اسناد فراوان دوستانی من دارم که میگن آقا این اسناد مستند نیست. من بهشون میگم قبول. اولا ما به چه اسنادی مراجعه بکنیم؟ خروارها و تنها اسناد رو علمای روحانی اسلامی نوشتن. گیرم که اینها پر از خرافات و واقعی نیست. ولی کتاب آسمانی که پیش روی ماست، کتابی که شما میگید آسمانی است، کارکردش پیش روی ماست، کارکرد پیامبری که خاتم النبیین هست و به دلیل درامیختگی با فرهنگ ایرانی تبدیل شده به رحمت للعالمین، ولی کارکردش در مدینه سالی 4 جنگ و کشتار و کتاب بسیار ارزشمند استاد الرصافی که ما بخونیم که خودش یک مسلمان بود، خواهیم دید که محمد یک فرد بسیار هوشیار بود، یک فرمانده توانمند بود، کسی بود که میفهمید چی کار میکنه، جهان رو میخواست و میخواست بگیره جهان رو. بحث مفصله ولی نمیتواند، اگر ما پیامبری قبول داشته باشیم، پیامبری باشد که آخرین پیامبر از طرف جان جهان نازل شده ولی دستور گردن زدن میگه. من تو عرفان ایرانی توجه شما رو به مثلا نگاه شیخ ابوالحسن خرقانی جلب میکنم که میگه هر کس بدین خانقاه درآمد، نانش دهید و از ایمانش مپرسید، که هر کس به درگاه باری تعالی به جان ارزد، به خانقاه ابوالحسن به نان ارزد. یا ابو سعید که میگه درم میخواد در روی دوز محشر بر لبه دوزخ بیستن و هر کس را خواهند به دوزخ برند مرا به جای او اندازن. ببینید عظمتشون بیشتر از اللهه، تعارف که نداریم. که این خدا رو من دوست داشتم که وجود داشت، جهان آفرینی که ما پناه می بردیم بهش. ولی کدام جهان آفرین؟ جهان آفرینی که انسانها رو در دوزخی می سوزاند که سنگ توش ذوب میشه، آیاتش وجود داره، چرک به دوزخیان می خورنند. و نخست این که در جهان کنونی ما به جایی که رسیدیم که قاتل رو می خواهیم نجات بدیم، کمکش بکنیم. ولی در این نگاه گفتم که بحث مفصل، فقط من یک ذره شو گفتم، بیشترش رو
میذارم. حالا بازم به شما برمیگردیم. برای بینندگان گرامی بگم که چرا ما اصلا موضوع نگاه قرآن و نمایندگانش و طرفدارانش رو نسبت به حقوق بشر میخوایم بررسی بکنیم. علتش اینه که به نظر من این مهمترین مسئله هر ایدئولوژی است. چون نه ادیان آمدن که مثلا سنگ ها رو تغییر بدن، سرنوشت و زندگی سنگ ها یا درختان یا خاک و گیاه و جانور رو، بلکه مدعی هستن که آمدن برای بهسازی زندگی انسان. محور همه اینها، هدف همه اینها چه ایدئولوژی های آسمانی مثل ادیان و چه زمینی، انسان است. اما بعدن اینا البته انسان رو طوری تعریف میکنن که طرفداران خودشون میشن انسان، و هر کس با ایدئولوژی یا حکومتشون مخالف باشه دیگه اون انسان نیست، انسان درجه دو یا چیز دیگری است، کافر است، ملحد است، رافضی است، برگشته از حزب ریویزیونیست یا هر چیز دیگری، تحتیش رو میدن. خب میریم خدمت جناب یحیی‌زاده خطیر. ضمن خوش آمدگویی دوباره، آقای یحیی‌زاده، شما چگونه میبینید نگاه قرآن رو به حقوق بشر؟ براستی فارغ از اینکه خود شما به عنوان یک روحانی، خب طبیعی است مدافع قرآن هم باشید، ولی ما نمیخوایم در واقع تفسیر شخصی رو جانشین نص صریح قرآن بکنیم، میخوایم ببینیم خود این قرآن درباره انسان چه میگوید، چیزی که در تمام قرآن ثابت باشه، در آیات دیگه نقض نشده باشه. در خدمت شما هستیم، 10 دقیقه بفرمایید. خواهش. و به نام رحمبان مهربان خدای جهان، بسیار خوشوقتم که در خدمت شما عزیزان هستم، روشنفکران، روشنگران در این رادیو تلویزیون مانی عزیز. اگرچه شما سه سرور گرامی هر کدوم از من یه دهه بیشتر عمر و تجربه و تحقیق حتما دارید، ولی من امروز فکر میکنم یک پدیده نخست به ایران اضافه میشود. من به عنوان اینکه یک آخوند هستم خودم را راستگو معرفی میکنم، و البته پیشتر از من شما نیز گویی یا راستگو هستید. اگر باور من دستید که راست میگویید، منم قبول دارم، و نشستن چند راستگو در کنار هم دیگر به نظر این بنده کمترین بزرگترین انقلاب است برای ایران ما. من راست میگویم و شما نیز راست میگویید. من یک مسلمان هستم و به راستی میگویم. اما پاسخ پرسش شما سرور گرامی، من الان باید به شما بگم که قرآن نگاهش به حقوق انسان چگونه است. ولی پیشتر از آن اجازه میخوام بگم که من نمیشرمم که بگم جون کندم که قرآن را میتوانم بفهمم. همونجوری که آقای یغمایی عزیز فرمود، چقدر زحمت کشید. من میدونم الان اصلا من وقتی که ایشون را نگاه میکنم یه جورایی البته خودم میشرمم. من میدونم چقدر زحمت کشید. منم 15 سالگی یه خردسال یا یک نوجوان، به قول اروپایی بچه و کودک بودیم که اسلحه دست ما بود، گریه میکردیم برای رفتن روی مین. و من بعد از این که از جنگ و روی مین رفتن 3 بار مجروح میشم، چندین بار به جبهه جنگ میرم که از اسلام و خدا و پیغمبر و کشور خودم دفاع بکنم، جان سالم به در بردم، به حوزه علمیه پناه میبرم. اونجا جوری درس خواندم که الان دارم اندی از آن رو گزارش میدم. من خوب درس خواندم، ادبیات عربی رو اونجوری که لازم بود خواندم. به زبان گفتنش آسان است. من نه که زبان ادبیات عربی را خواندم و بلد شدم و تدریس میکردم، اصلا تمام اشعار ادبیات عربی را که لازم بود برای قرآن حفظ کردم. من الان خودم هم میگم دیگه حوصله خودم از خودم سر میره که چرا این کارو کردم، ولی تونستم برم وارد قرآن بشم. حالا شما
از این بنده کمترین میپرسید که این کتاب، و نمیشرمم که بگم این جعبه سیاه، چون که جعبه سیاه الان لغتی است معروف، میگم این جعبه سیاه را من باز کردم، چون که من با تمام تخصص ادبیم، یعنی دقیقاً یک منطق متنی من مواجه شدم و با اون کار کردم، باز کردم، عرض میکنم که از نظر این بنده کمترین، با تحقیقات این بنده کمترین، ضمن اینکه کشفیاتی هم نیز همراه بنده بوده و هست، عرض میکنم که رابطه این، نگاه به رابطه این کتاب با حقوق انسان یا با اعلامیه جهانی حقوق بشر، این نگاه به نظر من ایراد داره. یعنی من در آلمان زندگی میکنم، قریب به 15 سال این روزگار من اینجا هستم، تجربه کافی از زندگی در آلمان را دارم، دو تا از فرزندان من تحصیل حقوق در آلمان میکنن، از 10 فرزند این بنده، این یکی فارغ التحصیل است که امروز و فردا باید جواب و حقوقش را بگیره که آیا موفق میشه این که یا قاضی باشد یا وکیل بشه یا اینکه دادستان باشه، که اینا رو مستحضر هستید، روند بالاترین تحصیل، رشته تحصیلی اینجا یا پزشکی است یا حقوق، یعنی من پای فرزندم گویا پا به پای اون در دانشگاه رفته هستم، این حقوق رو من میفهمم که شما چی میگی، اگرچه هر طلبه هم در ایران حقوق رو باید یک دوره بخواند، من حقوق اسلامی مثل شرع لمعه یا لمعتین بخواندیم و بعد در مکاسب حقوق اسلامی رو واردم، یا به رشته حقوق در ایران واردم، به هر طلبه در ایران رشته حقوق میدن، ولی آلمان کسی کلمه حقوق رو به کار میبره میدونه چقدر مسئولیت داره، اصلا خیلی سنگینه. حقوق را که میفرمایید، من کتاب حقوق آلمان را باز بکنم در نگاهش به انسان چی است؟ مشخصه. این سوال شما درسته، گرچه تخصص بنده این بنده نیست، مسئولش باید فرزندم باشد یا دیگر وکلا و حقوقدان آلمان جواب بدن که کتاب حقوق آلمان چی میگوید. از آ تا س، از الف تا یا، همه را باز میکند. اما این همین سوال را که شما از من میکنید، من قرآن را باز کنم، جعبه سیاه قرآن را باز کنم، اصلا اینجوری نیست. یک نگاه حقوقی به متن قرآن، به آیات قرآن، به این کتاب یا به این جعبه سیاه اسلام، این نگاه باید بازبینی بشه. برای این خاطر عرض میکنم که قرآن را اگر بخواید از این نظر نگاه کنید، یکی از کتابهای مشکل آفرین برای بشر است. قرآن راجع به حقوق، اگر بخوام بگیم مثل حقوق، کتاب حقوق آلمان رو میخوام نگاه کنیم برای این انسان‌های آلمانی یا بشر، این دوتا نگاه بسیار متفاوت هستن. کتاب قرآن برای حقوق بشر نیامده است و این را کشف من نیست، اگرچه من میفهمم، من دارم خبر میدم. من اونجوری که در این استدیو خودم اشیا را یا افراد را میبینم، دارم به شما میگم آقای مانی عزیز، آقای یغمایی گرامی، آقای ایجادی عزیز، و ای تمام ملت ایران، این نگاه خودش اقتدار آفرین است یا اتوریته آفرین است. یعنی ما خودمان الان داریم این شما و همه کسانی که در 5 میلیون نفر ایرانی ما در خارج داریم، ما داریم با هم دیگر حرف میزنیم، اصلا بحث حکومت و یا حاکمیت نیست. از من خواستید منصفانه و آزادانه بگویم نظر خودم رو. من اصلا کوچکترین رابطه ای با حاکمیت ایران ندارم. من ضرب خورده هستم. یغمایی شاعر، من میدانم تو میفهمیم که من چی میگم. تو رو به زبان آلمانی میگم، حضرت عالی، عاشقانه میگم، تو میفهمی که من چی میگم. من میخوام به ایران برگردم، من میخوام تو خاک ایران باشم، من میخوام بوی پدرم را بشنوم،
من پدرم را در اینجا از دست دادم و اون را بغل نکردم. من اینجا چیکار میکنم؟ من اینجا جای من نیست. 15 سال گذشت. من میخوام برگردم. پس من اصلا علاقه ای رابطه ای با آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه یا آقای خامنه ای که رئیس قوه دستور ویژه روحانیت است، حکم من تجدید پذیر نبود و نیست. یکی از شهروندان ایران اگر محکومیت پیدا کند میتواند به تجدید نظر برود. مانی من، این بنده ای کمترین، زن بچه های من، پدر و مادر من، فامیلان و دوستان من میدانن هر کجا که رفتن. من البته 10 دقیقه‌م را نمیدانم چجوری باید من دهن خواهم به پهنای فلک. مانی رختی که مراجعه میکنن میگن که این حکم الله است، حکم الله قابل تغییر نیست. خلاصه من عرض بکنم، قرآن برای عموم انسانهای جهان یا عموم انسانهای ایران نیومده است، ولی زرنگان این را مصادره کردن و این گونه به دست گرفتن. سپاسگزارم. 10 دقیقه‌تون هم تقریبا تمام شد. عرض کنم که اشاره کردید به رویدادهای تلخ زندگی خودتون که من رو هم اندوهگین کرد، برای اینکه من 35 ساله در اینجا هستم، پدرم، مادرم و 3/4 بستگانم و بسیاری از دوستانم در ایران مردند و من هرگز توی 35 سال در ایران نبودم، قبرشون رو هم ندیدم و تنها زمانی که بستگان من، باقی مانده های افراد خانواده من، مشتی از خاک گور پدرم رو برای من فرستادن، من از گفتگوی شب و روز با او خلاص شدم. میخوام بگم که تمام اون سالهایی که اون مرده بود، مادرم مرده بود، من شب و روز با اونا در حال دیالوگ بودم. این رو خوب میفهمم، برای بسیاران دیگه هم همین قضیه پیش آمده و هرچی که ما میکشیم به دست از سوی حکومت جمهوری اسلامی بوده است، با احکام قرآنی بوده است. من سخن تازه از شما شنیدم، دوست دارم که در دور بعد یک مقدار بیشتر این رو باز کنید، برای من تازه بود. و اون این که قرآن کتابی برای ایرانی ها یا برای مردم نیست، پرسش من نیست پس برای چیست؟ اگر محور یک دین، محور یک کتاب به گفته پیروانش آسمانی انسان نیست، پس اصلا برای چی نازل شده و چرا محمد همه سر و کارش با انسان‌ها بود، در جنگ‌ها، در صلح‌ها، در ازدواج‌هاش، در معاملاتش و در هر چیز دیگر. ولی خب حالا فرصت هست، بعدا شما بیان خواهید کرد. جناب ایجادی گرامی، درود فراوان به شما. نظرات دوستان رو شما شنیدید، از شما هم خواهش میکنم که نظرات رو با بینندگان ما در میان بگذارید. درود بر همه دوستان عزیز و از شما جناب آقای مانی تشکر میکنم به خاطر ساماندهی این بحث. ولی به هر حال ما بحثی رو که مطرح شما کردید به حول مسئله حقوق بشر و رابطه این امر با قرآن هست، هرچند که زندگی هر کدوم از ماها زندگی بسیار بسیار پیچیده با تب و تاب، با پستی‌ها و بلندی‌ها بوده و هر کدوم از این جمع‌ها خود یک فصل بزرگ است. و اینکه به هر حال ما ناگزیریم یک مطلبی رو به عنوان مطلب مورد بحث قرار بدهیم و روی این محور حرکت بکنیم. و حتی اگر مسئله حکومت را نیز به کنار بنهیم، هرچند که امر قرآن با این حکومت نیز سر و کار دارد، ولی به خاطر اینکه باز روی بیشتر اون محور بحثی که شما پیشنهاد کردیم باز باقی بمونیم، به خاطر اینکه حداقل در این برحال نشستی که ما داریم، نشست مجازی که داریم، هر کدوم به نحوی مورد غضب این حکومت اسلامی قرار گرفتیم. خب ببینید، یک مسئله مرکزی هست که ما برای چی زندگی میکنیم و از تمام افکار و عقایدی که به هر حال در طول زمان
به وجود آمده چه انتظاری داریم؟ ما جزو جامعه بشری هستیم، انسان‌ها هستیم، انسان‌هایی که در روی این کره خاک تقسیم شدن به جغرافیای کشورهای مختلف و هر کدوم از این جغرافیا به اعصاب و یا حکومت‌ها تقسیم شدن. و در ضمن همین انسان‌ها در ضمن متکی هستند بر سیاست‌ها، فلسفه‌ها و از جمله متکی هستند بر کتاب‌ها. برخی از این کتاب‌ها کتاب‌های دینی آنها هستند. برخی از این کتاب‌ها کتاب‌هایی هستند که به عنوان کتاب مقدس آسمانی مطرح هستش و این امر مهم هست، زیرا چنین کتاب‌هایی برای بخشی از آدمیان روی کره زمین نقش قاطع ایفا کردند. و بحثی رو که شما در اینجا مطرح می‌کنید در ارتباط با قرآن و حقوق بشر به این مسئله مرکزی در واقع اشاره داره که جامعه ما نیز جامعه هست که در دل این جامعه کتابی مانند قرآن نقش بسیار بسیار مهمی داشته در عرصه سیاست، در عرصه فرهنگ، در عرصه اعتقادات مردمی. پس مایی که این چهار نفری که کنار هم نشستیم و راجع به میخوام صحبت کنیم باید نظر مشخص و روشنی بدهیم که بالاخره این کتاب در راستای اعتلاء فکری این جامعه، در راستای خدمت به مردمان ما، در راستای بهروزی مردمان ما عمل کرده و یا برعکس یکی از عوامل تیر روزی مردمان ما بوده است. خب ببینید این نکاتی که در اینجا مطرح شد توسط دوستان، من نگاه هم چیست؟ همونطور که ما میدونیم به هر حال در خود قرآن آمده است که این کتاب رو یک در چند بار در چند آیه مطرح میکنه در سوره های مختلف که این آیه رو برای قوم خود که قوم عرب باشه و به زبان آنها که زبان روشنی هست آورده است. پس بنابراین در اونجا قرآن میگوید من این کتاب رو برای قوم خود آوردم به زبان عربی. پس بنابراین اگر به زبان عربی و برای قوم عرب آمده است، برای اقوام و یا ملت‌های دیگه نمیتواند باشد. اگر هم باید میخواد باشه باید اثبات بکنه دیگر در خدمت اونها هست. این یک مطلب. مطلب دوم این هستش که ما به لحاظ تمام تحقیقاتی که خوشبختانه امروز صورت گرفته، من میدونم از جانب به هر حال مکتب‌های گوناگون اسلامی تفاصیل گوناگون نوشتن، من در درون اینها نیستم، هرچند که خودم زمانی در این مطلب در این چارچوب بودم. به هیچ وجه من از این مکانیزم بیرون آمدم، زیرا نمیتوان برخورد علمی به قرآن داشت و در ضمن عمیقا به قرآن اعتقاد داشت. اعتقاد مانع نگاه علمی و بی‌طرفانه ما خواهد بود و به همین خاطر تمام تحقیقاتی که در غرب صورت گرفته در ارتباط با اسلام بیانگر این هست که این کتابی که عملا به وجود آمد در طی 4 قرن به وجود آمد، یعنی هم از دوره قبل از محمد مایه گرفته از درون تورات و آیین‌های عیسویان و تا برسیم به دوران بنی امیه و برسیم به دوران عباسیان، در واقع این سلسله تاریخ، تاریخ جمع آوری ها، دستکاری ها و چوچه مربوط به قرآن هست. و این نگاه معلوم میکنه که بنابراین قرآن آسمان نمیاد، قرآن محصول تاریخه، محصول نظر حاکمان هست، محصول ترکیب عقاید گوناگون در این منطقه خاورمیانه نیز بوده است. حال امروز این کتاب قرآن باز شما مطرح میکنید که حقوق بشر، پس بنابراین یکی از موادی که در درون قرآن هست چیه؟ ما جستجوگر این هستیم که برای من بشر امروزی، من ایرانی امروزی، من بشر امروز جهانی، آیا این کتاب بالاخره دید معینی دارد یا ندارد؟ چه میگوید؟ اگر گفته بشه که این حکم الله هست، این کافی نیست. بله ادعای قرآن این هست که حکم اللهه، ولی حکم اللهی هست که برای جهان، این دنیا و آخرت داره حرف میزنه.
برای این صحبت میکنه که در تایید حکم محمد و برای در واقع ادامه خط رسول الله هست. پس بنابراین اون برای دل خودش مطرح نکرده. در ضمن این محتوا خطابش به کیست؟ به جهانیانه. من دین آخر هستم، من پیامبر آخر هستم و بنابراین همه به من باید بگروید. آنهایی که نمیگروند خطاکاران هستند، کافران هستند و جایشان در درون امت من و در میان مؤمنان نخواهد بود. حال ببینید دوستان، ماده اول حقوق بشر چی میگوید؟ تمام افراد بشر آزاد زاده میشوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه‌ای برادرانه رفتار کنند. نکته دوم یا ماده دوم، هر کس می تواند بی هیچ گونه تمایزی به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر از تمام حقوق و همه آزادی های ذکر شده در این اعلامیه باید بهره مند بشود. همین دو بند رو شما نگاه بکنید. حقوق بشر یعنی این، یعنی برابری حقوقی انسان ها جدای از دین و رنگ و نژاد ها و غیر ذلک. حال اگر این رو به عنوان محور فکر خودمون در نظر بگیریم، من برای جامعه خودم ایران چه میخواهم؟ من میخواهم انسانهایی که در درون این جامعه هستن برابر باشن. من برای جهان چه میخواهم؟ من میخواهم جامعه‌ای که این جامعه جهانی بهش گفته میشه همه انسانها برابر باشن و اونها مورد اچاف، مورد تبعیض قرار نگیرن. حال وقتی که من برمیگردم به در درون قرآن، اونجایی که گفت این قرآن برای قوم عرب هست و گذشته حالا از این ادعا، وقتی ما نگاه میکنیم در قرآن این همه افرادی که لیست شدن در اونجا، کافرها، مشرکها، منافقین، مرتدها، یهودیها و کیو کیو کیو، یعنی کسانی هستن که جز مؤمنان نیستند. تنها کسی که، تنها گروهی که مورد حمایت قرآن هست فقط مؤمنینند. پس بنابراین دیگران همه خطاکار هستند. راهی که اونها در پیش خواهند داشت راه به سوی جهنم هستش و به این خاطر هستش. من نمیدونم چند دقیقه مونده، باید اشاره به من بکنی. بنابراین اون چی که مهم هستش، قرآن نمیتواند منشوری باشه. برای چی؟ برای رستگاری انسانهای برابر در این جهان. قرآن نمیتواند رفرانسی باشه برای اینکه من به دیگران بگویم آقایون، خانوم ها، اگر ما باید به سوی جامعه با عدالت حرکت بکنیم، به این اتکا بکنیم، به خاطر که عقاید به ما چه میدن؟ نوعی چراغ راهنما میدن، نوعی دل ما رو گرم میکنن، نوعی به ما آموزش میدن. هر زمانی که یک کتاب مانند قرآن، سراسر این قرآن، ما اگر از حدود 6200 آیه که در این قرآن هست، من میتوانم به راحتی حدود 1000 آیه خدمت همه دوستان عرضه بکنم که این آیه ها طرفدار خشونت، طرفدار در واقع انواع اقسام تبعیض ها و تمایز ها هست و برابر این در تناقض با حقوق انسان ها هستش. به این خاطر هستش که ما باید با صراحت و شجاعت بگوییم که این کتاب که در دل تاریخ به وجود آمد، برای برخی یا حتی اون زمانی هم که به وجود آمد در اون زمان دوران خودش، یعنی هزارو بگیریم بین 1000 تا 1400 سال پیش، به خاطر اینکه من تاریخ تولد این رو روی 400 سال قبل میدم، همون زمان ها ما تمدن هایی داریم، گفتارهایی داریم، کتاب هایی داریم که بسیار بسیار برجسته تر، بسیار بسیار با سربلندی میتونیم به اونها رجوع بکنیم. پس بنابراین حتی در زمان خود نیز
این کتاب یک کتاب کاملاً عقب مانده و در واقع در خانه‌ای با فرهنگان نبوده است. پس بنابراین در لحظه کنونی این استش که من نتیجه‌ای که در این نقطه میگیرم این استش که این کتاب در هماهنگی با حقوق بشری که ما انسان‌ها بهش احتیاج داریم قرار ندارد. یک دونه سپاسگزارم جناب ایجادی گرامی. آقای یرمای عزیز، دوباره به شما برمیگردم. ببینید، شما سه ستون اصلی خیمه اسلام رو، یعنی الله، قرآن و محمد رو از زیر این خیمه کشیده اید. بارها در این باره سخن گفته اید، من هم شنونده شما بودم. و کنه قضیه این است که حتی اگر کتاب قرآن فقط برای عرب ها بوده است، خب عرب ها مثل من و شما هستن، فرق نمی کنن. چگونه است که برای انسان نیست، خطابش انسان نیست، در حالی که با همین قرآن بر ما انسان ها حکومت کردن طی 1400 سال و میلیون ها انسان کشته شدند یا در جهاد برای اسلام یا به عنوان مشرکین و مخالفینی که مورد هجوم قرار گرفتند یا مسلمان ها رو مورد هجوم قرار دادند، جنگ های دینی. خب اگر این قرآن ربطی به انسان نداره، میتونه مثل یک شیء زیبا در یک موزه قرار بگیره و هیچ کس هم دیگه اجازه نداره بیاد با قوانین اون و با اتکای به اون این همه ستم بکنه، که حتی یقه این ستمشون، یقه یک روحانی و قرآن دوست و خداشناس رو مثل آقای یحیی زاده رو هم بگیره و او رو آواره بکنه و جلوی نشر اندیشه هاش رو بگیره. پس این کتاب به چه کار می آید؟ حتی برای اعراب، فرض رو برای این بگذاریم که اصلا بیرون از حوزه عربستان اصلا نرفته بود، فقط هم برای همون قبیله یا قبایل اطراف مدینه و مکه بود. خب چه برای اونها داشت؟ چرا این رو ما مقدسش کردیم؟ چرا این رو در یک جایگاه گذاشتیم که اگر ما بیاییم و بگوییم که آقا ما به این قرآن نیازی نداریم چون ربطی به سرنوشت ما ندارد، اگر در سرنوشت ما مداخله کند فقط با تباهی شمشیر و خونریزی با ما سخن میگوید، بنابراین ما این حق طبیعی هر کس هست که اگر نمیخواد پسش بده. ما به اشعار حافظ، به حافظ میگوییم لسان القیب. غیب در واقع همون عالم الهی است، عالم فرافیزیکی است. خب با این همه این کتاب حافظ برای ما مقدس نیست. ما میتونیم نقدش بکنیم، میتونیم هنگامی که مشروب میخوریم این کتاب رو هم دم دستمون داشته باشیم بخونیم، میتونیم ببوسیمش، میتونیم پرتش کنیم، اگه کهنه شد حتی آتشش بزنیم بریم یک نسخه نوشو بخریم. مقدس نیست. اما اگر چنین برخوردی رو با این کتابی که جناب یحیی زاده میگن که اصلا برای حقوق بشر نیامده، برای بشر نیامده، که من پرسشم سر جاش از آقای یحیی زاده بعد توضیح بدین لطفا که بس برای چی اومده. خب ما با این نقش عزیزی که روی دستمون مونده باید چیکار کنیم؟ بفرمایید آقای یحیی. درود مجدد. ببینید آقای مانی، مسئله اصلی دعوای شخصی میدونید نیست. این چالش فکری و فرهنگیه و خوشحالیم که ما کنار هم. برای من نخستین مسئله نه تنها در رابطه با اسلام و قرآن و حقوق بشرش، بلکه در رابطه با ادیان اینه که ما با یک انسان متحول سر و کار داریم، انسانی که از زمان نئاندرتال ها خردش هی رشد کرده، ولی با یک پروردگار و پیامبر و کتاب فیکس. این بدترین تراژدی است. برای اینکه روزگاری ما سوار الاغ می‌شدیم، الان سوار جت می‌شیم، روزگاری پوست بز می‌پوشیدیم، الان از پارچه لباس می‌پوشیم. این مزاحمه. و خود قرآن تا موقعی که در حصار جاذبه مادر بزرگ بود اشکالی نداشت. در کتاب‌های شریعتی هم نوشته مردم هم به شاخ بزشون می‌بستن، هم موقع سفر از زیرش می‌رفتن. ما موقعی که امتحان نهایی بود مادر معذر قرآن رد میکرد که عمرمون بهتر بشه، ولی این تبدیل شد به قانون. الان در مملکت 80 میلیونی ایران
و نیز 1,700,000,000 مسلمان در خیلی جا زندگی رو تعیین میکنه، تو سر ما ها میزنه. یعنی ما این رو از مدار جاذبه خودش خارج کرد و بزرگترین خدمتی که به نظر من حکومت اسلامی به ما کرد سرعت بخشیدن به شناخت ما بود. زیرا ما یه تجربه تاریخی داریم. ببینید، من به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک پژوهشگر تاریخ سوال میکنم جان جهان آخرین پیامبرش رو فرستاده و کتابی رو که معتقده که ته خطی، این کتاب و این پیامبر و این آیین در طول 14 قرن حتی در یک روستای کوچک موفق شده یک حکومت انسانی درست را بندازه. من تاریخ ایران رو مثل کف دستم میشناسم. در رابطه با اسلام خب مشخصه دیگه، بعد از خلفای اولیه که از خلیفه دوم به بعد ایران اشغال شده بود، یعنی اینا پاسدار نظام اسلامی بودن. علی ابن ابی طالب همانطور سرکوب کرد مردم فارس رو موقعی شورش کردن پس از قتل عثمان، که سپاهیان خلیفه دوم سیستان رو به خون کشیدند و تخت جسد ایجاد کردند. همچنین امویان، همچنین عباسیان، ما طعمه بودیم، اینها ما رو خوردن، گوشت و پوست و استخوانمون رو. و تاریخ ایران رو وقتی ما میخونیم میبینیم چه خبر بوده. در مثلا جلولا 32 بار لورها جنگیدن با ارتش اسلام قبل قادسیه، و کردها در تکریت 28 بار، و بعد اون کشتارهای وحشتناک. بیاییم تا دوره حاضر، یک نمونه شما نشون بدید که زیر این لوا ملت ایران نفسی کشیده باشه و در سراسر جهان وجود نداره. این یک بهمنی است که از آغاز شروع کرد به غلطیدن. ما 200 سال اول جنگیدیم. استاد زرینکوب تو کتاب دو قرن سکوت خیلی خوب توضیح داده، استاد خنجی و خیلی های دیگه، ده ها جنبش و شورش بود. و بعد از اینکه این شورش ها تموم شد و سرکوب شد و ما عادت کردیم، به قول اخوان پوستینی کهنه دارم من، این پوستین نیاکانی رو ما عادت کردیم بهش و نسل به نسل اومد جلو و این بهمن غلطید، در مدار جاذبه قرار گرفت. اتفاقا اینجا من بهتون بگم بزرگترین کاری رو که ملایان حاکم در ایران کردن بیرون آوردن الله، محمد و قرآن از مدار جاذبه بود. ایران از مدار جاذبه خارج شد نسل جدید. البته نسل قدیم من معتقدم خیلی ها تا خشت آخر گورشون گذاشته نشه نجات پیدا نمی کنن. زیرا زمین ناخودآگاه هست، زیرا عواطف هست، زیرا جانماز مادر بزرگ هست، سقاخونه محل هست، زورخانه هست، خوابهای ما هست، رویاهای ما هست. این آیین در همه چیز نفوذ کرده. به همین دلیل به سادگی ما نمیتونیم از دستش نجات پیدا بکنیم مگر اینکه به طور روشن خارج از مدار جاذبه. من اینجا بهتون بگم به هیچ وجه هیچ محقق و پژوهشگری نمیتونه اسلام رو بفهمه تا از خط ارتداد عبور نکنه. شما نگاه بکنید مهندس بازرگان، دکتر علی شریعتی، محمد حنیف نژاد، اینها حتی کسی مثل حنیف نژاد که سازمان مجاهدین رو بنیانگذاری کرد، انسان شریفی هم بود، هرگز نیومد الله رو آنالیز بکنه، قرآن رو آنالیز بکنه و پیامبر رو و 12 امام 14 معصوم. اینها در مدار جاذبه بودن، یه سازمانی بنیانگذاری کرد که ده ها هزار نفر از جوانای مملکت کشته شدن، تیربارون شدن توسط جمهوری اسلامی و در دوره شاه نیز تعدادی. ببینید نیومدند. ولی اگر اون زمان از خط ارتداد عبور کرده بود، ارتداد چیز مقدسی است. من معتقدم اتفاقا مرتدان کسایی هستند که به دنبال حقیقت واقعی حتی خدا میگردند. یک شعر کوتاهی من دارم میگم که ماه میتابد قدیسان در خوابند، تنها تنها ترین مرتد شهر بیدار مانده است در جستجوی خدا. ولی کدوم خدا؟ اللهی که سر میبره و آیینش ضد حقوق بشره، پیامبری که در جنگهاش بچه ها رو، خب اسناد هستی که سرد شده، میگه آقا جون ببینید در جریان بنی قریظه هر کی که مو بر شرمگاهش رویده گردنش رو بزنید بقیه رو بفروشید. این رو که نمیشه به حقوق بشر تطبیق داد. بنابراین کاری که اروپا کرد، آخرین جمله من اینه، ما باید نترسیم. مسیحیت نیز همین راه رو طی کرد
ولی روشنفکران اروپایی موفق شدن با رنسانسی واقعی مذهب رو ببرن توی کنام خودش و جامعه رو بکنن سکولار و دموکراتیک، که ما نیز به عنوان پناهندگان میتونیم در این جامعه بعد از 4 قرن تنفس داشته باشیم، من، آقای ایجادی و آقای عسکری و همه ما. بنابراین به نظر من قضیه روشنه و بحث مفصل که من به همین عرضه اکتفا میکنم. سپاسگزارم. اگر میهمانان دیگه اجازه بدن، من میخوام به جناب یحیی‌زاده خطیر در 2 دور 5 دقیقه که دارند، در هر دور 2 دقیقه بیشتر وقت بدن، چون فرصت بیشتر داشته باشن نظراتشون رو باز کنن. جناب یحیی‌زاده بفرمایید. متشکرم. واقعا نمیدونم، همونجوری که میبینید با یک وقت اندک من باید چه گزارشگر ماهری باشم که این همه راستی ها رو پیشکش شما بکنم. من وقتی که فرمایشات عزیزان را میشنوم میبینم که راستش اصلا همه شما انگار مجذوب قرآن هستید، همه شما یه جوری در جذبه اسلام هستید. تنها کتاب آسمانی ماست دیگه. نه، خیلی در روح تک تک شما نفوذ کرده که حتی نمیتونید باور بکنید که خود قرآن میگه من اینجوری نیستم. شما شاید باورتون نباشه، جمعیت از نظر آمار من بخوام بگم، ما تقریبا 6.7 میلیارد تقریبا 8 میلیاردی، یعنی حدود 5.5 میلیارد انسان با قرآن کاری نداره. ما نمیتونیم از این 5.5 میلیارد انسانی که بدون قرآن زندگی میکنن، یا این 6 میلیاردی که بدون قرآن زندگی میکنن، تجربه زندگی اینها رو بگیریم به ملتمون ارمغان کنیم، پیشکششان بکنیم. اومدیم گیر دادیم به قرآن، قرآنی که میگه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. این کتاب اگر رحمت دارد، اگر شفا میده، برای همه نیست، برای این 8 میلیارد نیست. خب بعضی ها بفرمایید شما که کافرن، اصلا اسلام قبول ندارن، دارن با دین و آیین خودشون زندگی میکنن، قرآن با اونها ربطی نداره. از این 1.5 میلیارد یا از این 83 میلیون ایرانی که اونجا هستن، 5 میلیون در خارج، بقیه در داخل هستن، آنانی که باورمند هستن به دردشون میخوره، اونانه که باورمند نیستن اصلا سر و کله نزنید با اونا. خود قرآن ولا یزید و ظالمین الا خسارا میگوید، یعنی خسارت آفرین است، ضرر داره. خودش میگه برای کسانی که مثلا حالا کلمه ایمان چی بگم، ایمان است دیگه، باور دیگه. حالا من به مناسبت روز امروز که روز والنتاین هست، روز عشق هست، یک کلمه قشنگی اینجا هست، اینم گرچه خودش مؤدب و مرتب شده نیست در فرهنگ ما ایرانیان، اما آدم باید عاشق باشه، واله باشه، سرگردان باشه، اصلا دورش بگرده به دردش میخوره. خب کسانی که دورش نمیگردن، واله قرآن نیستن، به زن و بچهشون ظلم میکنن، کسی نمیتونه با یک اطرافیانش خوب زندگی بکنه اگه ظلمی درش هست، قرآن براش ضرر داره. یا اون آیه اول در سوره اول، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. این کتاب برای کیست؟ برای بشر نیست، برای متقین است، پرهیزکاران. این صریح قرآن است. من یه جمله اجازه میخوام خطاب بگم بکنم به آقای ایجادی عزیز، خیلی بزرگوار است، سن سالش من نگاه میکنم میشرمم، نمیخوام اهانت بکنم، ولی من میگم به شما آقای ایجادی عزیز، شما واقعا میفرمایید 1000 آیه خشن در قرآن وجود دارد. خب این که شما که عاشق نشدی، شادم دیده باشی، چرا نمیدی 6000؟ بگو 6000 آیه داری به جایی از قرآن و یا الله به انسانی در قرآن بر نمی خورد.
به حاکمانش بر نمیخوره، اونا خوشحال میشن که ما اشتباه حرف بزنیم یا شما اشتباه حرف بزنیم. خیلی هم هستن زرنگن، از همین مسلمان ها، از همین ایرانی ها. قرآن رو خوندم، قرآن رو میفهمم. اشکال جای دیگره. من وقتی صحبت شما رو میشنوم اصلا میگم که شما در فرانسه زندگی میکنید، ما که در آلمان داریم زندگی میکنیم، چرا نیمی آییم از همین هایی که تاریخ تولد شما همین دین آلمانی هست، یا اگر به تاریخ تولد ایرانی تو نگاه کنید همون دین اسلامی است. این تاریخ تولد همه ایرانیان، همه آلمانی ها، همه جهانیان با یه دینه. ما چرا با دین ما چرا با دین در بیفتیم؟ نکند که ماها، یعنی شما روشن فکران، به ما ظاهرا روشن فکر اگه بگیم شاید به شما بر بخوره، ما همینیم. منم از مرز ارتداد عبور کردم، حکم من الان در دستورای ویژه روحانیت است. شما چرا میگویید که آقای جادی چیگونه با ایمان و با اطمینان، یعنی به دل اون عشاق اگه شما نگاه کنید کیف میکنه از حرف شما، میگید این قرآن برای ابدالآباد است، برای همه آدمای جهان است. نیست اینجوری، شما دارید تبلیغ میکنید برای قرآن. اگر قرآن برای همه جهانیان تا روز قیامت میبود، آقای جلالی ایجادی محترم و گرامی چون پدر، مگر مثل جناب عالی تحصیل کرده آلمان و فرانسه و تمام کشورهای متمدن ما بهایی نداریم؟ مگر بهایی قرآن ندارن؟ هیچ بهایی بدون قرآن بهایی نمیشد. باید بهایی میبود که بهایی میشد، یعنی قرآن مسلمان میبود. ولی مثل جناب عالی روشن فکری که در ذهن شما است نشد، شد دینداری دیگر. اما اونها هم خیلی مغزای متفکر و روشنفکری هستن، در ایران ما هستن، ولی اسمشون بهایی است و هرگز مسلمان نیستن. نه از مرز ارتداد که عبور کردن، که نه، رسما دین جدید آوردن. پس چرا شما جعبه سیاه قرآن را از متخصصینش نمیگیرید و یا ظاهرا خودتون هم تخصص کافی ندارید؟ من به شما اهانت نمی کنم، شما حق دارید بگویید، ولی حتما به منم حق میدید که بگم. برای این خاطر عرض کردم که شاید نقطه عطف در زندگی ایرانیان باشد یک آخوند راستگو در کنار شما راستگویان. اگر میگید مسلمان نیستید، من میگم من یک مسلمان هستم، یک مسلمان راستگو. من بهایی نشدم. دین احمدیه را چی میگی؟ هزاران هزار مجلد کتاب در دین احمدیه است به زبان فارسی و عربی. اتفاقا در آلمان ما مرکزشون هست، احمدیه رو میگم، معاصر بهاییان هستن، بالای 10 میلیون جمعیت دارن، مانند بهاییان بالای 10 میلیون ایرانی هستن. یا رحمان، من دهن خواهم به پهنای فرق. من امیدوارم که این نقطه شروعی باشه. من الان میدونم دارم کلیگویی میکنم، من میدونم وارد جزئیات نمیتونم الان بشم. امیدوارم که چه مقایسه حقوق بشر، من اینو میخواستم اول بگم که وقتم را معذرت میخوام، حقوق بشر جهانی را، اعلامی جهانی حقوق بشر را چرا با قرآن مقایسه کنیم؟ قرآن که مقدس است، نمیشه مقایسه کرد. چرا نیاییم که مال 1400 سال پیشه، چرا نیاییم اعلامیه جهانی حقوق بشر را با حقوق بشر اسلامی که آقای ولایتی کرواتی است، فارغ التحصیل همین دانشگاه است، نه حوزه علمیه، اینها امضا کردن، 50 وزیر امور خارجه. خلاصه اسلام را برداشت کرواتی ها چیه؟ حقوق بشر اسلامی داریم. ما ای کاش بیاییم حقوق اعلامیه جهانی حقوق بشر را با اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی مقایسه کنیم، که نه هم جنسن. اتفاقا میشه ایرادهای او رو برگرفت که بر نخوره. بله، من از وقتی که کم میاد چه بکنم؟ جان. البته فرصت هست در برنامه‌های آینده، میشه این مباحث رو باز کرد، درباره جوانب گوناگونش هم سخن گفت. جناب ایجادی، شما میکروفون رو باز کنید. بله دوستان گرامی،
عرضم حضور شما که ببینید جناب آقای یحیی‌زاده خطیب مباحثی رو که مطرح میکنن میبخشید خیلی جدی نیست. به چه خاطر؟ به این خاطر که عزیزان من، ما بحثی رو درباره یک کتابی داریم به پیش میبریم که این کتاب ادعا داره که کتاب نهایی است، ادعا داره که راه رستگاری رو نشون میده و ادعا داره که اگر به این دین بگروید مؤمن خوشبختی خواهید بود که در بهش حوری ها در انتظار شما خواهند بود. یعنی چی؟ ببینید، از بحث نباید گریخت. این ادعای این کتاب هست و ادعای تمام کسانی که آمدند این کتاب رو به عنوان پرچم حقانیت خود از زمان خلفای چهارگانه در نظر بگیری تا امروز بلند کردند که بر سر دیگران بکوبند که بگویند که دیگران خلاف بودند، بد بودند، شیطان بودند و غیر و غیره، زیرا به سمت این کتاب نیامدند. از سوره الحمد بگیرید تا آخرین سوره ها لا بلای این قرآن پیام های گوناگونی علیه بخش اعظمی از این بشریت آمده است. این رو شما نمیتوانید بپوشانید. ما باید این رو مطرح کنیم. یکی از ویژگی هایی که در ادیان اسلامیون مطرح بوده نگه داشتن راز، قدسیت رو ادامه دادن. ما باید راز شکافی بکنیم. امروز به خصوص پس از 40 سالی که گذشته، خوشبختانه اون حالت به اصطلاح پر راز و با حالی عجیب و غریبی که بر روی قرآن و اسلام بوده بیش از پیش فرو میرسه. این یک پیروزی کسانی است که در نقد اسلام نشستن و حال از اونجایی که عملا استدلال اسلامگرایان نمیتواند برابری داشته باشه، نمیتواند از این کاخ در واقع در حال ریزش جلوگیری بکنن، این صحبت جدیدی هستش که بله قرآن برای شما نیست. چطور این همه مردمی که در ایران کشته شدن به نام قرآن و بر سرشون کوبیده شد، چجوری هست که در جهان ما این همه دارن ترور میکنن به نام قرآن و به نام پیامبر اسلام؟ چگونه میسر هستش که در تمام کشورهای گوناگون انواع اقسام اعتقادات مردمی هست که توسط ملایان و توسط نیروهای نظام سیاسی و غیر و ذالک مرتبا تبلیغ میشه که چی؟ که وفاداری به اسلام رو اثبات بکنن. همین در کشور خودمون شما برید آمارگیری بکنید، آیت الکرسی رو اکثریت شیعیان دارن مرتبا تکرار میکنن. وقتی که شما در درون این آیت الکرسی میرید واقعا حرفای پرت و پلای بیش نیست، و این یکات رو برای اینکه در واقع چشم زخما رو دور بکنن این همه خرافه، این واقعیت ملموسه. دوستان گرامی، 27 میلیون ایرانی هر سال میره به زیارت رضا. رضا کیست؟ نماینده استعمار عرب در جامعه ما هستش. 24 میلیون میرن کجا؟ به سوی جاه جمکران. این چیه؟ یک خرافه عظیم هست. چرا کسانی که مانند جناب آقای یحیی زاده خطیب مخالفت دارن کتاب نمی نویسن که بگوین آی کسانی که شما که به هر حال اگر من خارج از دین هستم شما پس داخل دین هستید، شما اگر به این حقیقت میگویید رسیده اید حداقل اعلام بکنید، نروید. اگر شما به اصطلاح زندگی میخواهید، سلامت میخواهید، نروید در درون شاه جمکران خرافی اونجا نامه بفرستید، نروید. پس بنابراین شما اگر میگی که
جعبه سیاه رو دوست گرامی میدانید، خوشبختانه جعبه سیاه برای منی که امروز حداقل 25 سال راجب قرآن و تاریخ اسلام دارم تحقیق میکنم، جعبه سیاهی نیست، هرچند که از نظر تحقیق همیشه در تحقیق بازه. من به شما پیشنهاد میکنم دوست گرامی، آخرین کتاب من که منتشر شده در 400 صفحه درباره با عنوان بررسی تاریخی هرمنوتیک و جامعه شناختی قرآن، چاپ نشر مهر، خواهش من این هست که این کتاب رو بخوانید. کتاب درباره کتاب شماست. شما اگر میگویید شما چه با به چه خاطر خودتون خسته میکنید، شما اساسا این کتاب برای شما نیست، نه چه قرآن نیست که بهش اعتقاد دارم. من میگم کسانی که اعتقاد دارن این کتاب رو به عنوان یک در واقع اهرم، یک سلاح علیه ما کوبیدن. ما یعنی چی؟ یعنی بشریت جهان، یعنی بشریت در ایران ما، ایران ما، تمام شیعیانی که فکر میکنید که در واقع حقانیت دارن اون بالا نشستن، چند درصد واقعا جمعیت رو تشکیل میدن؟ بهایی که هیچ گونه جای به سر جایگاهی نداره، یهودیا به همین ترتیب، کسانی که اعتقاد به دین ندارن به همین ترتیب، بخش مهمی از شیعیان به همین ترتیب. برای اون بالا یه داردسته هستن که این داردسته بسیار بسیار معدود و محدود، ولی متاسفانه یه بخش دیگه ای هستن که در درون قدرت نیستن، مانند شما عزیزان، که اینها من میدونم، من کسای دیگه هم در ایران هستن باهاشون ارتباط دارم از افراد روحانیت، و اونها من میدونم که داستانها و ماجراهای زیادی داشتن با حکومتیان، ولی که شما با اونها دارای یک ایدولوژی هستید، این رو باید بپذیرید. میگویید ایدولوژی من زیان نمیرساند به جوامع، من میگویم زیان میرساند، به خاطر اینکه انسانها رو خرافی میکنه، به خاطر اینکه ادامه سحر و جادو در ذهنیت انسانها میپرورونه. پس بنابراین ما اگر انسانهای رستگار رو میخواهیم، بیاییم به جای نگه داشتن این جعبه سیاه بگوییم فرهنگ امروز چیست، بگوییم همین حقوق بشر هست، روش بکوبید که جامعه ما باز بتونه خودشو قوی تر بکنه، که به طرز آشکار بخشی از روحانیت یا بخشی از شیعیان به طور آشکار بگویند که چی؟ که همین مواد حقوق بشر بسیار بسیار برتر هست از اون موادی که در قانون اسلامی یعنی در قرآن آمده است، زیرا آیه های قرآنی در تناقض با حقوق بشر هست. فقط و فقط مؤمن رو میخواد و کسان بقیه همه در واقع جهنمی و شیطان هستن، و این اجازه میده به اون دیکتاتورهایی که در طول تاریخ به وجود آمدن که به اتکای همین آیه ها چکار بکنن؟ حکومت ظالمانه و خونریزی های خود رو نیز ادامه بدن. سپاسگزارم. خب ما به دور پایانی این پنل میرسیم. هر یک از دوستان 5 دقیقه فرصت دارن، اما میهمان تازه ما جناب خطیر 7 دقیقه. آقای یغمایی بفرمایید. ببینید برای روال صحبت‌های دوستان به خصوص تاکید آقای ایجادی، ما باید جدی باشیم تو این زمینه. ما میتونیم خیلی نگاه داشته باشیم به قرآن، به اینکه آقا جعبه سیاه بسته است. ببینید قرآن و قوانینش 41 سال هست بر 80 میلیون ایرانی داره حکومت میکنه. قوانین جزاییش، قوانین حقوقیش برخلاف دوره شاه که ما از آزادی‌های مدنی برخوردار بودیم. کسی میخواست نماز بخونه یا ریش بذاره یا آبجو بخوره به خودش مربوط. زنان ایران بخش عظیمیشون چادر داشتن، بخششون نداشتن، اینجور میپوشتن. ولی ما با قوانین با بسیار آزادی سیاسی کم بود داشتیم. اسلام که اومد، تشیعی که ساخته ملایان است از زمان صفویه، یعنی دو پرش و قزلباش های تاتار ضد ایرانی با شمشیر نخست تحمیل کردن، بعد از جبل عامر لبنان و خلاصه بحرین ملایان اومدن، همسال کرکی، همسال مقدس اردبیلی،
هیچ کدوم از اینا ایرانی نبودن. این تحمیل شد بر ما و داره سرنوشت ما رو رقم میزنه. ببینید من تو مثال بهتون میزنم، در زندان مشهد 184 زندانی سیاسی مجاهد و نمیدونم فدایی و توده‌ای و شیخ و اینا هم بودن، من جمله عسکرالادی، من جمله توسی، من جمله عبدالکریم هاشمی نژاد، عباس موسوی قوچانی، خیلی اینا بودن. از این مجموعه در زمان حاکمیت قرآن و اسلام شیعی 140 نفرشون به جوخه تیرباران سپرده شدن، یعنی یک زندان کشتار شد. هفته تیر سال 57 من ازدواج کردم در مشهد. یعنی در مجلس عقد من 34 تا از دوستان سیاسی من بودن. در سال 60 و 61 تا نیمه 61 28 نفر از اینها یا بر تخت شکنجه کشته شدند با قوانین اسلامی و قرآنی، یا به دار کشیده شدن. قاسم مهریزاده رو کشتن، ثریا شکرانه رو کشتن، بتول اسدی رو کشتن، اسلام قلعه‌سری، همه اینا مسلمان بودن و شیعه بود. و مهندس حسین برازنده رو تو قتل‌های زنجیره‌ای که خودش مفسر قرآن بود کشتن. ببینید قرآن داره حکومت میکنه به ما، 1400 سال پوست ما رو کنده. یعنی ما باید جدی باشیم تو این زمینه. ما نمیتونیم بگیم که آقا برای افراد خاصی صادر شده. ببینید من اگر که در یک جامعه اسلامی، همین جامعه، ادعا بکنم که قبول ندارم، من مدت هاست خدا الله رو از خدایی خلع کردم. به من یک انسان آزاد، پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. و درود به اون پیغمبر اساطیری آدم که به نظر من کار اصلی رو اون کرد، گفت که نخور، گفت میخورم و به خرد رسید و آزادی و این زندگی رنجبار رو تو اسطوره انتخاب کرد. قبول ندارم این الله رو، من خلعش میکنم. این به قامت فقط عربستانه، به قامت جهان بی پایان من نیست که 14 میلیارد سال و نیم از انفجار بیگ بانگ که بنزه یک سر سوزانی بود این همه اعجاز زاده شد و اسلام اومد ذهن من رو از آشغال پر کرد و نگاه فلسفی رو از من گرفت که من بتوانم از اون زیبایی بفهمم که لبهای معشوق من آفریده شد و صدای بلبل و ویولون یا حقی و تار مجد و خیلی چیزهای دیگه. اسلام ما رو کرده توی قوطی کنسرو قرآن. پروردگارش آدم میکشه، دست میبره، پا میبره و پیامبرش هم اینطور. اینها پیامبر من نیستند، خدای من نیستند، کتاب من نیستند. و من بدون این که اینجا تاکید بکنم، بیشترین قربانیان این آیین خود مسلمان ها هستند. در ایران مگه بیشترین تیرباران ها کی بود؟ اینا مسلمان بودن اینها. و همین دلیله که ما باید جدی باشیم، نقد بکنیم، به خصوص 40 سال تجربه حضوری. آقای عسکری خوب میتونن که علم حصولی وقتی تبدیل به تجربه حضوری میشه حکایت دیگری است. ما این آیین رو با علم حضوری درک کردیم. با کشتارها برادر 19 ساله منو جلوی حرم امام رضا به دار کشیدن، جلوی پدر و مادر من، و مادر من سکته کردن. بعد امام رضایی که یک آهو رو نجات داده در طول تاریخ ولی هرگز نیامد به سراغ کسانی که بر دار کشیده شدند. و نیز بر اساس خود آمارهای جمهوری اسلامی 6000 به اصطلاح مرکز هست، این چی مسافرخانه‌هایی که خدمات جنسی ارائه می‌کنند. یعنی تو هر مسافرخانه 10 نفر کار بکنه 60000 دختر ایرانی و زن ایرانی دچار فحشاست. کجاست امام رضا؟ و همین دلیل ما بدون توهین و تغییر، بدون اینکه دموکراسی رو نفی بکنیم، و فردا اگر که تو جامعه دموکراتی باشه، فرزن بنده مادر بزرگی داشته باشم که بخواد نماز بخونه سجادهشو پهن میکنم بدون اینکه به خداش اعتقاد داشته باشم. ولی به عنوان یک مبارز، ملت ما در لبه پرتگاهه، ایران در لبه پرتگاه، این حکومت ایران رو با همه جهان به جنگ انداخته و در معرض تلاشی قرار داده. این کار اسلامه. یعنی ما در زمان شاه هر چه بود و در زمان حکومت‌های قبلی این وضعیت رو نداشتیم. بس مفصل من کوتاه می کنم
امیدوار به فرصتی باشه که در آینده ما نشون بدیم که چه بلایایی نازل شد در زمان قاجاریه و همین آیین چطور بخش عظیمی از ایران رو جدا کرد و نیز بررسی حکومت‌هایی که زیر لوای اسلام مثل سربداران تشکیل شد، مثل علویان که 2000 دست و فقط در گرگان بریدند از مردمی که اونا پشت کرده بودند و بسیار نکات دیگر. باز هم من روی حرف آقای ایجادی تاکید میکنم و دوستان که جدی باشیم در این بحث و این کتاب رو ساری و جاری ببینیم. همینو بس. سپاسگزارم. خب به جناب یحیی‌زاده خطیر، 7 دقیقه شما فرصت دارید و اگر ممکنه برگردیم به موضوع نخستین و پایه‌ای این پنل و اون نگاه قرآن، پیامبرش و روحانیتش، مراجع تقلیدش و حکومتهاش به حقوق بشر. در خدمت شما هست. متشکرم. شاید دقیقا نتونم در مقابل پرسش شما قرار بگیرم، ولی با فرمایشاتی که عزیزان داشتن من میگم مشکل قرآن نیست. ما هنوز وارد متن قرآن یا متن اعلامیه جهانی حقوق بشر با مقایسش با متن حقوق بشر اسلامی نشدیم هنوز، ولی در آستانه ورودش هستیم. من عرض میکنم که مشکل قرآن نیست، مشکل اسلام نیست. اسلام چیزی را گفته، داستانی را گفته، حقیقتی را گفته یا خرافه ای را گفته. بعضی ها پذیرفتن، بعضی ها نپذیرفتن. آقای مانی عزیز، مردم مردم مردم، توده توده توده، دموکراسی 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 یعنی چی؟ من میگم ما روحانیون یا ما روشنفکران مقصریم که در تمام این ادوار تاریخ، خصوصا ایران رو من میگم، به دنیای دیگر کار ندارم. ما باعث شدیم، یعنی ما و شما باعث هستیم، اگر راه میانه پیدا نکنیم، قدرت را به حاکمان و قلدران دادیم. اصلا بعض آقای یغمایی عزیز میدونه بعض 40 سال جمهوری اسلامی ایران نیست، اصلا بعض شاهنشاه نیست. 100 سال، 200 سال، 300 سال، در حینی که ما با هم داریم بحث میکنیم شاید ایران سقوط بکنه، ولی مشکل وجود داره. حکومت بعدی هم که بیاد مشکل رو به دست میگیره. مشکل خود مردم هم. یعنی چی؟ یعنی اون نهاد دیکتاتوری را که شما میفرمایید در ایران وجود دارد الان، که قبلا داشت، این رو کی به دست میده؟ خروجی چیه؟ خروجی ملت است. یعنی مردم نرمش دارن تا هر کجا که تیغه حاکمی که کرواتی باشه، حاکمی که ملا باشه، ببره میبره. من واقعا از این کلمه اصلا سیر نمیشم در تحقیقش، در بیانش، که کلمه اتوریته اصلا شاید معنای فارسی یا عربی نداشته باشه، ولی به صورت اقتدار بیانش کردن. این اقتدار را اصلا لغت نیست که یک طرفه باشه ما بنویسیم لغت اقتدار یا قدرت، و فرق قدرت اقتدار باید معلوم باشه. دو طرفی است. یک سر اقتدار همیشه از اوقات ملت است. رابطه اون کسی که حاکم می شود و ملت اقتدار آفرین است. یعنی چی؟ آقای ایجادی، من چیکار کنم که مردم قرآن دوست دارم و حتی شما دوست داری، ولش هم نمی کنی. امروز ما می توانستیم در عرض این یک ساعت یک تجربه های دیگری رو از آلمان برای ملت ما به ارمغان می بردیم. مگر ما با شما ایرانی نیستیم در اینجا؟ 6-7 هزار نفر شما مشترک دارید. اگر ببینید الان من یک مطلب ریاضی و یا بعضی از دانشمندان شما در همین بنا می بینم که با فیزیک کوانتوم سرکار دارن، من اصلا قرآن رو بگذاریم کنار، اصلا اسلام رو بگذاریم کنار، یک درد مشترک رو بگیم. چرا ما روی عدد پایه کار میکنیم، نه روی توان و یا اون نماد؟ چرا ما میخواییم این 6000 مثلا به 60000 نفر تبدیل بشن؟ چرا نمیگم توانایی هایشان را بالا نمیبریم، کما اینکه امروز گویا نمادی از اون رو ما داریم میبینیم؟ ما اگر اون 6000 را، قدرتش را، یعنی توانش را 2 تا ببریم بالا، 3 تا ببریم بالا، عدد میلیاردی میشه.
از ایران هم فزونتر میشه. یعنی اگر این 6000 نفر که در اروپا زندگی میکنن، در آمریکا زندگی میکنن، یا فقط در آلمان که بالای 200000 ایرانی هستن، آقای ایجادی، آقای یغمای عزیز، آقای ایمانی، این 200000-300000 ایرانی که در اینجا زندگی میکنن تحت حکومت آخوند نیستن، تحت حکومت شانشان نیستن. ما اینا رو بگیم مثلا نفر 10 یورو بدن که بشه 60000 یورو ماهانه. 10 یورو هیچی نیست. رادیو تلویزیون ماهانه تبدیل به یک تلویزیون ماهواره‌ای میتونه بشه. ما باید به ملت این پیام رو بدیم. حتی امروز من اعتقاد دارم با کتاب نمیشود. آقای جلالی ایجادیه نمیشود. من از نوشتن دست برداشتم. من زمانی مینوشتم خودکار بیگم را. حتما شما نویسندگان میدانید شروع میکردم به نوشتن و تا به انتها خودکار بیگم دیگه رنگی نمیداد. ده ها کتاب از من به چاپ رسیده در ایران ولی اصلا نداره جمع میکنه. قرآن را میتونه مصادره کنه. من در اون واکنش برای همین خاطر عرض کردم که ما قرآن را پس ندهیم، ما اسلام را پس نزنیم، ما الله را پس نزنیم. ما میتوانیم قرآن را پس بگیریم. قرآن مال حاکمان نیست. البته این احتیاج به یک پایگاه رسانه‌ای داره. چرا 6000 نفر مگه ما نیستیم؟ خب بیه نفر 10 یورو بدن چه اشکالی داره؟ نگه بنده بیام اینجا صحبت کنم. شماهایی که روشن فکر هستید میخواد با ملت تماس بگیرید، چطور سخنان شما دل 6000 نفر را نمی روباید؟ که آلمانی ها که تاریخ تولدشون دینیه، امروز 2020 تولد عیسای پیغمبر است، برادر محمده صلوات الله علیه است، چی میگی؟ چرا این 100000-200000-300000 ایرانی که دقیقاً در آلمان زندگی میکنن به کافه روشنگران رأی مثبت نمیدهن؟ و امروز یک آخوند در کنار آخوندی که میگه من مسلمان هستم و جرم من همین است، من قرآن میشناسم، اعتقادم دارم و شما را هم احترام میگذارم و هم حرف شما را میفهمم و هم شما از آزادی بیان برخوردار هستید و به منم آزادی بیان میدید که منم حرف بزنم. چرا این صحنه توانش را ما دو برابر، سه برابر، چهار برابر نکنیم و از اینجا به ملت پیغام ندیم بدون درگیری با حاکمان؟ حتی میتوان ما 10 میلیون بهایی را چی میگیم؟ اینا با قرآن مخالفت نکردن، قرآن را مسالمت آمیز تبدیل کردن به کتاب دیگر. آقای جلال ایجادی شما از کجا میگید همه در جهنمن؟ یک طرف اقتدار و اتوریته، معذرت میخوام، من و تو هستیم. نه نمیخوام بگم من نیستم، البته من میخوام شما بگم که من و تو هستیم که شما ناراحت نشدید. اینی که اقتدار داده و دیکتاتور کرده، نه خامنه ای و خمینی را، نه شاهنشاه را، همه ی حکام را، چه زمانی که شیعه‌گری در ایران بوده، چه زمانی که سنی‌گری بوده، چه اون زمانی که مغول‌ها آمده بودن، مردم همین قرآن بالای دویست قریب 300 بار از کلمه مردم میگویه. چه میفرمایی؟ ما اگر بشود آقای مانی عزیز، ای کاش که بشود، شما به جای این که بینندگانی داشته باشید با 1000 تا 5000 نفر، میشد عقاید خودمون رو با آلمانیای با ایرانیای ساکن در آلمان مشترک می‌کردیم که اینا بگن درد ما مشترک است، بیان توانایی‌های خودمون رو روی هم بکنیم. آقا 40 سال نشده است. من برای این خاطر راه پیشنهادی من این بود، ما قرآن را از دست حاکمان پس بگیریم، نه اینکه پس بفرستیم. ما با پس فرستادن قرآن کاری برای ملت نمی کنیم. ما پیغامی خوشی برای بغرش ما به مادر بزرگان نمی دیم، به برادران و خواهران خودمون نمی دیم. اگر شما دل سوخته هستید، اگر شما فرزند شهید یا مقتول دارید جناب آقای یغمایی، ما هم زیادی اونجا میگن ما فرزند شهید یا فرزند مقتول داریم، دو طرفه است. می فرمایید که وقتم تمام و الا بسیار بسیار مشتاقم نور چشمان من و نور چشمان ایران و زمین بگردید و با هم نور چشم ایران بگردیم و نور چشمان زمین بگردیم. بسیار بسیار مایلم مسائل را، موضوعات را یکایک، من امروز اعتراف میکنم که بسیار به صورت کلی دارم عرض میکنم، عرض کردم قابل مقایسه نیست اصلا از نظر من. مقایسه یک مقایسه این قیاس بیاس مع الفارق است،
فرق داره. شما در اکثر از حکام داریم میگید، در حالی که مجری عزیز میفرمایید که اصلا ما هم کار به حکام نداشته باشیم. قرآن چگونه کتابی است؟ اسلام چگونه دینی است؟ و این قابل بررسی است. خیلی طرفدار داره، خیلی عاشق داره، ولی کاری نمیشه. مردم رو با چیکار کرد؟ راه میانبور، راهی است که داشتن یک پایگاه رسانه‌ای ماهواره‌ای امروز است. چون که من یقین دارم فضای مجازی، ما امروز در روی کره زمین، نه در روی زمین ایران داریم حرف میزنیم، ولی بدون ماهواره ما خودمون را داریم در تنگنا قرار میدیم. سپاسگزارم آقای یحیی‌زاده خطیر گرامی. 10 دقیقه صحبت کردید بجای 7 دقیقه، اما اشکال نداره. آقای بزرگ، ما برنامه رو با سخنان شما در 5 دقیقه به پایان میبریم. میکروفونتون رو باز کنید لطفا. نیم دقیقه با آخرش اشاره به من بفرمایید. باشه. ببینید دوستان گرامی، جناب آقای یحیی‌زاده خطیر میگویند چه کنم که مردم قرآن را دوست دارند و حکومتی اگر بر سر کار هست، مردم در ضمن این هم با جز صحبتاشون بود، مردم اینها رو عملا به قدرت رسوندن. ببینید این دو جنبه، جنبه یک واقعیت هرچند که به ظاهر متضاد است. چگونه مردم مسلمان شدند؟ اگر من در ایران نمی بودم و فرد در چین بودم، خب بودیست شده بودم، به خاطر اینکه در یک جغرافیایی هست متولد میشن، به لحاظ جلوه های تاریخیش هجوم اسلام این کشور میشود اسلامی. تمام تبهکارانی، ببخشید این حرف رو میزنم، ولی که شما هم حتما میدانید کسانی مانند کلینی ها و مجلسی ها جز تبهکاری چیزی دیگه ای نکردن که این همه روایات دروغ رو بسازند و بسازند و بسازند که شماها نیز مجبور باشید و بگویید در میان خود برای همه اون روایات چه بسا معقول نباشد و پسندیده نباشد، ولی هیچ کدوم از شماها نمیایید که همون روایات معقول و غیر معقول رو از هم جدا بکنید، میگیرید اون رو ها وارد جعبه سیاه خود میکنید که به هر حال ما ندانیم واقعیت ها چیست. بنابراین امروز شما در نظر بگیرید یک فردی که در ایران متولد میشه، از لحظه تولد در گوشش اذان میخونن تا زمانی که بمیره، موقعی که میذارن در قبر نماز میت میخونن و چهرهشو از کفن در میارن باز میکنن به طرف قبله میکنن. یعنی چی؟ یعنی که تمام اجزای زندگی این انسانها توسط آخوندها، توسط نهادهای اسلامی، توسط در واقع روزخانها، توسط امروز رسانه‌های گوناگون حکومتی و غیر حکومتی و این پول بسیار 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 عظیمی که در این مسیر به کار رفته میشه، به این ترتیب هست که مردم میشوند مسلمان. به این خاطر است، از آسمان نمیاد. تمام امور در خدمت تبدیل انسانهای متولد به انسانهای مسلمان باورمند به قرآن هستند. بنابراین اینکه مردمی به این قرآن به اصطلاح اعتقاد دارن، این چیز طبیعی. چرا طبیعی است؟ نه اینکه ذاتی این فرد است، به خاطر اینکه این جامعه در ایران ما، شما میدونید حدود 500,000 آخوند در سطوح مختلف وجود داره. جناب آقای یحیی‌زاده خطی، این 500,000 کارشون چیست؟ تبدیل این کله ها به کله های اسلامی است. و به این خاطر هستش که اینهایی که به قدرت رسیدن، اون زمانی که به قدرت نرسیدن، در درون حوزه هاشون ما رو پیوسته و پیوسته در واقع بهمون میگفتن که مواظب باشید جهنم میرید و دنبال ما باشید و تقیه بکنید و یا به فرض از فلان آخون مثلا باید شما تبعیت بکنید و رساله بخونید و غیر و زاله. و از سوی دیگه امروز هم که به قدرت رسیدن، نمیذارن ما نفس بکشیم، نمیذارن در واقع همین بحثی که ما الان داریم میکنیم هرگز در درون سیستم جمهوری اسلامی قابل اجرا نیست. هرگز، به خاطر اینکه ما در اروپا هستیم و به خاطر اینکه افراد اندیشمندی هستند که به این امر اعتقاد دارن و این امر یکی از مسائل اساسی هستش. و بالاخره نکته آخر،
شما مطمئن باشید الان منی که با شما صحبت میکنم همین برنامه های مانی هزاران نفر طرفدار داره. بله. این سالها گذشته و در طی این سالها بیش از پیش باور بفرمایید تعداد بیش از پیشی هستن که میان به سوی چنین افکاری. من خاطرم هست حدود 40 سال پیش وقتی که مقاله هایی رو می نوشتم در نقد اسلام در ارتباط با مسائل از این شیعه و غیر و ذالک، اغلب در واقع سوال می کردن یا مخالفت می کردن. امروز باور کنید کاملا عکس شده و کسانی که در واقع حمایت می کنن در ایران و در خارج هستن. بنابراین این ایدهی که ما داریم، یعنی برخلاف نظر شما که می گویید به قرآن چی کار دارید، نباید قرآن رو پس داد بلکه از دست حکومتیان برای خارج شد، نه خیر، باید اتفاقا قرآن رو پس داد، به این خاطر که قرآن کماکان اون مکانیزم و اون ابزار در ذهنیت انسانها هست که تعبد خود رو انتقال میده و جلوی چی اندیشه و دیگر اندیشی رو میگیره. ما باید برابر یک حرکتی رو ادامه بدیم که این حرکت یک حرکت فرهنگی است و در این بستر نیز نقد قرآن امر بسیار مهمی است که باید کماکان ادامه بدیم. متشکرم. خب بینندگان گرامی، شما میزگرد کافه روشنگران رو دیدید با حضور آقایان یغمایی، آقای خطیر و آقای ایجادی. خرد یار و همراهتان باد تا برنامه دیگر. شادکام باشید و بدرود.